این بکنن. خواهش میکنم. قربون شما. خیلی متشکرم آقای دکتر. خدا نگهدارتون. خدا حفظ شما. بفرمایید رو خط هستید. الو سلام، حالتون خوبه؟ مرسی، سلامت باشین. بفرمایید. ببخشید دکتر، من از حضورتون سوالم اینه که ناخون من دست راست، شما گفتین که اگه نقطه روی انگشت وسط باشه به هم خوردن هورمونه، میخواستم ببینم درمونش چیه. اوکی، مرسی. و اگر میشه من گوشی رو نگه میدارم و سوال منو جواب بدین. خیلی خوب، درمانش این هست که وقتی هورمون به هم میخوره شما بعد واقعا، خب من که نمیتونم بگم کدوم هورمونتون به هم خورده، معمولا بستگی داره که مقدار، حتما مقدار استروژن بالا میره و شما باید حتما یعنی چیزایی رو بخورین که واقعا استروژن نداشته باشه، یعنی گوشت و مواد حیوانی، مخصوصا در آمریکا و در کانادا میدونین که هورمون بهش میزنن، این هورمون رشد و یا بقیه هورمون ها رو بهش میزنن، بنابراین بدترین چیزه. و ضمنا شما میتونید برای اینکه هورموناتون متعادل بکنید، مثلا خانم هایی که در سن منوپاز هستن، از کرم پروژسترون استفاده کنن. این کرم پروژسترون میتونه کمک کنه که مقدار زیادی استروژن رو به اصطلاح از بین ببره و اون رو متعادل بکنه. بله خیلی ممنونم. من این قرص چیزی هم که شما داده بودین، لوس کرده بودین، اینو گرفتم و اینو دارم میخورم، البته هنوز تمومش نکردم. هستش اسمش هست DIM. بله بله، DIM هم بسیار عالیه، بله، چون برای اینکه استروژن از بین میبره. بعد این آب اوزونیدر که ما از شما خریدیم دکتر، خیلی ببخشید مزهش بده، یعنی من هرچی هی میخوام سعی کنم بخورم نمیتونم. نه نگاه کنین، من نگفتم که شما همیشه آب اوزونیدر بخورید. نگاه کنین، این آب اوزونیدر بسیار عالی هست که اولا برای شستن، فقط شستن سبزیجات، یه بار بشورین سبزیجات کاملا ضد عفونی میشه، این به دلیل اونجاست. ولی کسانی که ناراحتی معده دارن، یعنی زخم معده دارن یا هلیکوباکتریوم دارن، کافیه که یک لیوان آب اوزونیتد رو صبح ناشتا به بس که بلند میشن بخورن، و وقتی اینو میخورن این واقعا تمام میکروب ها رو میکشه و از بین میبره. اینه که فقط صبح ناشتا یه لیوانشو میخورین تموم شد رفت دیگه، نباید بخورین دیگه، کاری باش نداشته باشین دیگه. بله بله، یه فیلترش لازم نیست عوض شه. نه نه نه، اصلا فیلترش، فیلتر اصلا نداره، این فقط اینو میچرخونه و این اوزون، یعنی اکسیژن هوا رو کانسنتریت میکنه، میرزه تو آب، که این آبا که فوراً هم باید بخورین، اگه بخوایم بذاریم بمونه دوباره اکسیژنش میره از بین. آب اوزونیت باید فوراً بخورید. نه خیر، به درد نمیخوره دیگه، اون به درد نمیخوره دیگه، اکسیژن میره. همون دقیقه که از شیر میریزین که دیدین که اصلا بو میده، یعنی بوی اکسیژن شما میده. وقتی میریزین فوراً باید اینو بخورین. این به دلیل اون بعد زمینا خب برای شستن که دیگه استفاده میکنه. بله بعد این DIM رو من استفاده کنم تمامش کنم یا این پماد؟ نه نه، DIM بخورین کافیه براتون، DIM خیلی خوبه. آها خیلی ممنون، خدا نگهدار، خواهش می‌کنم. بخیر، بفرمایید رو خط هستید. متشکرم. بله بفرمایید، سوالتون بفرمایید. بله متشکرم، مرسی عزیزم. آقای دکتر، برادر من 36 سالش در امریکا، ایشون رفتن تمام بدنشون دیتاکس کردن. خب بعد دکتر هم بهش گفته 5 هفته این مسئله طول میکشه برات، اینقدر استخون درد دارن، الان 2 هفتهش گذشته هنوز استخون درد دارن. خواستم ببینم آیا این طبیعیه؟ چجوری دیتاکس کرده؟ بدنشو دیتاکس کرده. چجوری آخه؟ نه نپرسیدم. خب اوکی، براتون توضیح میدم. چشم، متشکرم. خدا راهی داره برای این دردهای وقتی. بله بله بله، چشم، دستون درد نکنه، خسته نباشید. خدا متشکرم. نگو کنیم وقتی که بدن رو دیتاکس میکنیم، که دیتاکس های مختلف البته هست، یکی پاشون رو میذارن تو اون آب و نمیدونم دیگه، بعدش حالا چیزای دیگه، خوردن چیزای دیگه. معمولا دیتاکس وقتی که میکنین شما، مواد سمی خواه از بدن خارج میشه، ولی مقدار بسیار زیادی از مواد معدنی و ویتامین ها هم از بدن خارج میشه. درست وقتی که شما کلیشن میکنین، کلیشن که میکنین چیکار میکنه؟ کلسیوم هم از بدن شما خارج میکنه، هوی متال رو خارج میکنه، ولی کلسیوم، مگنزیوم هم خارج میکنه. بنابراین شخص چی میشه؟ حال به اصطلاح خیلی، یعنی خیلی ضعیف میشه. اینی که دیتاکسیفیکیشن هم حدی داره و باید آهسته آهسته انجام بشه، اگر نه شخص رو میتونه ممکنه بکشه. یعنی شما دیدین، من دیدم بعضی وقتا که البته این چیزایی که پاشون رو توش میذارن، وقتی شخص اصلا بلند میشه سرگیجه میگیره میفته، بعضی وقتا دیده شده و خطرناکه برای خیلی ها. اینی که وقتی هم که ما میخوایم به اصطلاح دیتاکسیفیکیشن بدیم یا اینکه کلیشن تراپی، اول
کلیه شخص رو کاملا ارزیابی میکنیم و آزمایش میکنیم که کلیهش بتونه اینا رو دفع بکنه و یه مقدار بسیار کمی هم دفع بکنه، نه اینکه خیلی زیاد. وقتی زیاد دفع بشه خب شخص ممکنه اصلا به اصطلاح تمام مواد معدنی از بین بره و قلب از حرکت باز بیسته، بدن که قلب با کلسیم و مگنزیوم کار میکنه. اینه که دیتاکسی میشه درسته، ولی باید همیشه دیتاکسیفیکیشن و کسی میخواد خودش تمیز بکنه تحت نظر یک پزشک انجام بشه، نه اینکه هر کسی دل بخواد کدوم بره واسه خودش چیزی برداره. و متاسفانه امروز هم تبلیغ میکنن که مثلا با نمیدونم این چیزی که تبلیغ میکنیم بیاین اینو بخرین در عرض 7 روز خود رو تمیز بکنید، اون یکی در عرض 15 روز داره یا همچین چیزایی همه رو تمیز. اینا همش کاملا غلطه، اینا رو نمیشه هر کسی. متاسفانه خب امروز این اینترنت یه خوبی داره یه بدی داره، خب اطلاعات خیلی زیادی به آدم میده، ولی تبلیغاتی که توش هست با اینها شما مثلا می‌بینین یکی 14 روزه بعد خودتون میرین می‌خرین و استفاده می‌کنین، اینا به هیچ وجه درست نیست. البته چیز خوبیه، من نمیگم بده، ولی به هیچ وجه درست نیست و باید حتما تحت نظر یک نفر که میدونه اینها رو واقعا انجام بدین. اینی که واقعا میشه گفت خطرناک دیتاکسیفیکیشن در بعضی از موقع. بفرمایید رو خط هستید. سلام آقای دکتر. سلام بر شما، بفرمایید. خوبه، خیلی متشکرم، مرسی، خواهش میکنم، بفرمایید. میخواستم آقای دکتر این کتاب ابوعلی سینا رو که اینقدر صحبتشو میکنن اینا، این کتاب وجود داره میشه از اینجا یا از ایران تهیه کرد؟ صد درصد بله، ولی کتاب ابوعلی سینا به در شما نمیخوره. خب بفرمایید. نمیخوره به دلیل اینکه بله نه کتاب نگاه کنین، کتاب ابوعلی سینا بسیار کتاب خوبی هست، کتاب قانون منم دارم، ولی چیز به اصطلاح سبکی که نوشته شده اونجا نوشته شده شما به هیچ وجه نمیفهمید، برای اینکه یه سبک قدیمی هست و ضمن گیاهانی رو استفاده مثلا میکنه که اصلا شما نمیدونید چی هست و نمیتونید پیدا بکنید اصلا. اینه که بسیار کتاب خوبیه، ولی خب متاسفانه نمیشه استفاده شما ازش بکنید. یعنی یه نفر میخواد که متخصص باشه و بتونه گیاها رو بشناسه و بتونه استفاده کنه. حالا میفرمایید. نه خواهش میکنم، سوال خوبی بود اتفاقا. آی دکتر، میشه لطف کنید بگید که کسی که من برادرم تی ایران هستش، خیلی وضع کلیهش خرابه، همش سنگ میسازه، همش بعد سنگار در بیاره، خیلی کارام بهش گفتن کردیم ما این مقدار از کاری هم که شما گفتید، ولی زیاد نمیدونم، حالا شاید فالو نمیکنه زیاد، ولی همش این سرما میخوره. من شنیدم که کلیه که ضعیف بشه، کلیه ایمیون سیستم بدن هستش، اگه کلیه ضعیف بشه به دلیل اونه که مثلا این داره اینقدر سرما میخوره دلیلش اون هست. بعد من یه با اجازه شما آقای دکتر، من یک سوال برای خودم دارم که من خیلی میخواستم ببینم ترموستات بدن به جز پوست چه عضویه که ترموستات بدنی که رگولیت میکنه تمپرچر بدنی، چون من خیلی سردم میشه و زودم گرمم میشه وقتی سرما میشه خودم رو میپوشونم، میخواستم ببینم چه عضوی که ضعیفه و یه مقداری هم من سنم که کمتر میره بالا و اینا بالای 50 اینا هستش خیلی گس تولید میشه، چه خام میخورم سعی میکنم به طبق گفتهای شما و مثلا فلکس که میخورم نون فلکس کرکرز این چیزا میخورم خیلی گس تولید میشه، خیلی اذیتم میکنه این گس و اینا، اگه چیز رمدی چیز هموپاتی هست لطف بکنید. مرسی، خواهش میکنم. بله، نگاه کنین، کسانی که کلیهشون سنگ میسازه تقصیر خودشونه، اینها به هیچ وجه نباید مواد لبنیاتی و نمک بخورن، یعنی دوتا چیز کلیه رو اذیت میکنه، یکی مواد لبنیاتیه و یکی هم نمک، این دوتا رو باید گذاشت کنار. و ضمناً برای اینکه کلیه تمیز بشه بهترین چیز همین اسپارگوس یا همین چی بهش میگم فارسی، اسپارگوس یا مارچوبه است. مارچوبه بسیار خوبه، البته مارچوبه که با یعنی مارچوبه را وقتی که همه رو با هم قاطی میکنن، یعنی برگ و ساقه و نمیدونم ریشه و همه رو با هم قاطی میکنن، اسم گوشتن شاتاواری به اصطلاح تینکچر مارچوبه هست، تمام اعضای گیاه. این خیلی خوبه برای واقعا کلیه، و کلیه در طب چینی اسانس زندگیه، یعنی قدرت و نیروی بدن در کلیه هست و خب این خیلی مهم هست، و وقتی کلیه ضعیف میشه مسلما بدن ضعیف میشه و همینطوری که ما پیر میشیم به اصطلاح کلیه هم پیر میشه، یعنی کلیه است که
و کسی که مثلا واقعا در زمان پیری هم قدرتی داره کلیهش خوب کار میکنه و کلیهش خوبه. اینی که روی همین اصلی که خدا دو تا کلیه به ما داده که واقعا اگه یکیش از کار افتاد اون یکی بتونه کار اون یکی بکنه، چون بسیار مهمه کارش. و بنابراین کلیه رو باید واقعا محافظت کرد، محافظت کرد از سرما و گرما، محافظت کرد از مواد شیمیایی و مواد به اصطلاح پرزروتیو از این چیز. یعنی کسی که مثلا مشروب میخوره یا قهوه میخوره یا چای میخوره یا پپسی زیاد میخوره، اینا تماما رو کلیه اثر میذاره و کلیه رو از بین میبره. بنابراین باید واقعا اینا رو از کنار گذاشت. میگن که حیوانات چون نمک نمیخورن هیچ وقت کلیهشون خراب نمیشه و بنابراین، ولی دیدین که بچ وقتی که سگ گربه رو میارین تو خونتون و غذاهای خودمون رو بهشون میدین، اینا هم کلیهشون خراب میشه. ترموستات بدن، بله خب ترموستات بدن واقعا میشه گفت که در داخل مغزه که کنترل میکنه، ولی خب چطوری؟ اون خودش گاورنره، کنترل کننده است، ولی از طریق پوست به اصطلاح کنترل میشه. اینه که خب اگر که شما مثلا سرد یا گرم میشین، این به دلیل پوست و اینها نیست، بلکه به دلیل قسمتی از مغزه که این قسمت رو به اصطلاح گرما و سرما رو کنترل میکنه. و البته غده تیروئید هم در این دخالتی داره در اینجا، به دلیل اینکه غده تیروئید هم برای متابولیسم بدن رو انجام میده. بفرمایید رو خط هستید؟ سلام بر شما، بفرمایید، متشکرم. بفرمایید، من دو تا سوال داشتم از حضورتون. بله. یکی اینکه من یه آلرژی دارم، بعد الان یه مدتی باز شروع شده، اینکه گوشام خیلی شدید میخاره و عطسه و چشام شروع به خارش میکنن و بعد قبلا مثلا دو سه هفته یه دفعه اینجوری میشم، ولی الان یه چند روزه که تقریبا هر روز، و من قرص بنظری رو استفاده میکنم، ولی حالا نمیدونم این حالا خوبه یا بدش، ولی وقتی که میخورم مثلا بعد از 10 دقیقه یه ربع احساس آرامش میکنم، مثلا یه اون خارش از بین میره و اینا. بعدم یه من تنگ کلیه داشتم و حدود 3-4 ماه پیش سنگ شکنی داشتم و بعدم یه آزمایش 24 ساعته که دادم، اینه آزمایش خونش و این چیزای اسیدوریک که خونم خوب بود، ولی این 24 ساعت آزمایش ادرار این گفتش که سیترو ادرارت پایینه. بعد یه قرص به من دادن، البته هنوز استفادهش نکردم، ولی گفتش که تا 3 ماه اینو بخور، دوباره یه آزمایش دیگه انجام میدیم ببینیم این سیترا میاد بالا یا چی جوریه. میخواستم ببینم شما پیشنهادی دارید این چیز گیاهی مثلا من بتونم بخورم، اگر لطف کنید خیلی ممنون میشم. اوکی، مرسی. بله، خب شما برای این آلرژیتون که عطسه میزنید و خارش و اینها دارین، بهترین راه این هست که گزنه بگیرین و گزنه بخورین، یا اینکه قرص نتل، اینجا بهش میگن نتل، استینگینگ نتل بهش میگن. هلت فود استورا دارم به صورت قرص، به صورت تینکچر منم دارم و میتونین بگیرین و این قرص رو 3 بار در روز بخورین و خیلی زود خوب میشین، این آلرژیتون با این قرص از بین خواهد رفت. در مورد کلیتون بهترین راه، همونطوری که الان در مورد کلیه صحبت میکردیم، بهترین راه همون شاتاواری هست، یعنی به اصطلاح تمام اسپارگس همش با هم، و خب خوردن اسپارگس هم کمکتون میکنه، یعنی مارچوبه هر روز یه دو تا تیکه، دو تا دونه، سه تا دونه شو بخورید. بعضیا این کارو میکنن که مارچوبه رو میان میپزن، له میکنن و در مثلا 2 قاشق مرباخوری در روز 3 بار میخورن مثلا این رو قبل از غذاشون. اینم کار خوبیه که بکنید که واقعا کلیه رو کمک میکنه که تمیز بشه و خوب بشه. خب این آخرین بود. چند نفر رو خط هستن؟ چش جوابشون میدم. برنامه ما تمام شد. امیدواریم که تا هفته دیگه که در خدمتتون باشم. شاد باشید و از برای همه آرزوی سلامتی دارم. شما و کارشناسان، سه‌شنبه 9 شب، دکتر سهراب خوشبین پاسخگوی سوالات شما در امر تندرستی. سه‌شنبه ها 9 شب.